صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بياد بنام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم با برنامه‌ای که در روزهای دوشنبه همیشه و متعلق به خود شما هست در مهمان خانه های شما میشویم در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی ان شاء الله خواهم بود. سلام باشین. بینندگان عزیز طبق روال معمول همیشه از سوالای اس ام اس که شما بینندگان میفرستین سوال‌ها را از جناب مولانا می‌پرسیم و انشاءالله شما می‌توانید از طریق تماس تلفنی از طریق پیام‌های صوتی و فرستادن سوال به ایمیل با ما در تماس باشین و ابتدا از طریق اس ام اس که سوال فرستادین سوال‌ها را مطرح می‌کنیم. بیننده پرسیدن زنی که دارای فرزند می‌باشد و شوهرش فوت کرده و بعد از چند وقت با مردی که خودش متأهل می‌باشد ازدواج می‌کند، آیا فرزندان آن مرد که از زن اول می باشند با فرزندان زن دومی که شوهرش فوت کرده محرم می شوند؟ اگر محرم می شوند آیا این محرمیت ادامه دارد، یعنی شامل نوه و نتیجه هم می شود یا نه؟ میشه دوباره سوال بخونید؟ طولانی بود؟ بله. زنی که دارای فرزند می باشد و شوهرش فوت کرده و بعد از چند وقت با مردی که خودش متأهل می باشد ازدواج می کند، آیا فرزندان آن مرد که از زن اول می باشند با فرزندان زن دومی که از شوهری که فوت کرده هستند محرم می شوند یا نه؟ سوال این است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در صورتی که دو تا زن و مرد با هم دیگر ازدواج بکنند، یعنی هر دو نفر ازدواج دومشون هست، یک زن و مردی با هم دیگر ازدواج می کنند، هر دوتا ازدواج دومشون هست، هم زن از شوهر قبلی خودش بچه دارد و هم این مرد از زن قبلی خودش بچه دارد، الان بچه هاشون با همدیگر محرم هستند یا خیر؟ نه، محرم نیستند. یعنی این زن که از شوهر قبلی خودش بچه داشته و این مرد که از زن قبلی خودش بچه داشته، این بچه هاشون با همدیگر محرم نیستند و می توانند با همدیگر ازدواج بکنند. حکمشون کاملا حکم نامحرم هست و می توانند با هم دیگر ازدواج بکنند، مگر بچه های مشترکشون، مگر بچه های مشترک. یعنی اگر از این ازدواجی که انجام دادن، اگر فرض کنیم که صاحب دختر یا پسری بشوند، این بچه های مشترک با بچه های هر دو نفرشون محرمند. توجه شدید؟ بچه های مشترک، این حاصل ازدواج دومشون، هر بچه ای که به دنیا بیاد با تمام بچه های زن از شوهر قبلیش و مرد از زن قبلیش با هم دیگر محرمند. یعنی خواهر و برادر به اصطلاح مادری یا پدری میشوند، اینا مشترک هستند و با همه محرم هستند. اما اون فرزندانی که از زن هستند و این زن از شوهر قبلیش داشته، یا تنها از شوهر هستند و شوهر از زن قبلی خودش داشته، با هم دیگر هیچ گونه ارتباطی رو ندارند و ازدواج میان اونها جایز هست. و به تعبیر دیگر که ازدواج با خواهر برادر پدری جایز هست، ازدواج
با خواهر برادر پدری جایز هست که می تواند با هم دیگر ازدواج بکنند. یک فرض کنیم که دو نفر با هم دیگر ازدواج کردند، الان از این ازدواج یک برادری چکار شده؟ یک فرزندی پسری به دنیا آمده و این برادری که دارد، یعنی این برادر الان برادر پدریش هست، این برادر پدریش یک خواهری قبلا داره از مادر خودش، از این در این صورت ازدواج اشکالی نداره و جایز است. به تعبیر به اصطلاح گویاتر، ازدواج فرزندان زن که از شوهر قبلی داشته با فرزندان شوهر که از زن قبلیش بوده، هر دوتا از نظر شرعی با هم دیگر محرم نیستند، میتوانند با هم دیگر ازدواج بکنند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آمدن فکرهای ناخواسته کفری به ذهن آدم که غیر ارادی است چه حکمی دارد؟ انسان مکلف هست اعمالی را که در اختیار انسان هستند، اعمال ارادی هستند، اینها را به عنوان تقرب، اعمالی را که عبادت هستند، خواستن برای الله متعال انجام بدهد، که در مقابل چنین اعمالی الله متعال انسان را پاداش می‌دهد. و اعمالی را که در اختیار انسان هستند و در شریعت آمده که این اعمال را انجام ندهید، به خاطر انجام ندادنش الله متعال انسان را ثواب می‌دهد، یعنی به خاطر انجام طاعت و به خاطر ترک معصیت الله متعال انسان را پاداش خواهد داد و این مفهوم عبادت و طاعت و بندگی هست. اما اعمال غیر ارادی را، اعمال غیر ارادی را و من جمله افکار غیر ارادی را، فرق نمی کند این عمل یک عمل زبانی باشد، یعنی گفتار زبانی باشد، یا یک عملی باشد که با جوارح و اعضا انجام گرفته، یا یک اندیشه و گمانی باشد که در ذهن انسان به صورت ناخودآگاه و ناخواسته به وجود میاد، الله متعال در مورد این موارد انسان را مؤاخذه نمی کند، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تجاوز لامتی الخطأ والنسيان وما استكره إليه، یا در روایت دیگر می فرماند که تجاوز الله لعمتی اما حدثت به نفسها، که الله متعال امت مرا معاف کرده از مواردی که ناخواسته در ذهن انسان به وجود میاد. این موارد رو الله متعال مؤاخذه نمی کند، گناهی ندارد، وسوسه شیطانی هست. و برعکسش هم، یعنی این موارد دلیل بر ایمان انسان هست، دلیل بر ایمان انسان هست که احیانا یک سری فکرها و خیالاتی در ذهن انسان به وجود میاد که انسان آزرده می شود، ناراحت می شود، حتی آرزو می کند که بمیرد، اما این خیال و گمانهای کفرآمیز در ذهنش به وجود نیاید. این به خاطر ایمانش است، وگرنه شخصی که کافر هست، حتی از بر زبان آوردن این گونه افکار یا عملی کردن این گونه افکار هیچ گونه ابایی را ندارد. این که انسان آزرده می شود، این دلیل بر ایمانش است. و منتها انسان سعی بکند که هر وقتی که این گونه افکار در ذهنش اومد، با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوه الا بالله، یا خواندن معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا آیه الکرسی، یا به صورت کلی وضو گرفتن و نماز خواندن، این سعی بکند که این راه این افکار را در واقع بر خودش ببندد، و اگر ناخواسته فکری در ذهنش اومد، این رو الله متعال مؤاخذه نخواهد کرد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که 500 سکه تمام با بهار آزادی مهریه همسرشان بوده، ایشان فوت نمودن و یک دختر و یک پسر از ایشان دارن که تحت تکفل خودشان هستن. پدر و مادر و خواهران و برادران ایشان نیز در قید حیات هستن. گفتن که لطفاً در مورد تعهد پرداخت مهریه به هر یک از وارثان راهنمایی فرمایید. مهریه حق مسلم و انحصاری و اختصاصی زن هست، یعنی از نظر شرعی مهریه‌ای که در ازدواج به عنوان یک مهریه مسما، یعنی نامگذاری می شود و بر اساس آن این عقد ازدواج صورت می گیرد، این صرفاً حق خود زن هست و حق دختر هست و به هر کیفیتی که بخواهد این رو می تواند که مصرف بکند. پدر و مادر در حیات این دختر و زن هیچ گونه حقی را که تملک بکنند این را ندارند، اساساً حق خود دختر هست و هر جایی که دختر بخواهد می تواند که این را در واقع به مصرف برساند. اما بعد از وفات این جزء ترکه هست،
بعد از وفات، بالفرض اگر که این خانومی وفات کرد، مهریه‌ای که بوده چه اون مهریه را دریافت کرده باشد یا هنوز دریافت نکرده بر ذمه شوهر هست. در هر دو صورت این به عنوان ترکه و مال میراث شمرده می شود. و هر کسی که وفات می کند باید نگاه بکنیم که وارثانش چه کسانی هستند، چه افرادی از نزدیکانش و خویشاوندانش درجه یک وجود دارند که از این فرد در واقع میراث میبرند و بر اساس سهمیه میراثی که در قرآن کریم تقسیم شده و بیان شده بر اساس آن هر کسی سهمی خودش را میبرد. ایشون گفتند که خانومشون فوت کرده، اللهم تعالی انشاءالله که ایشون رو و تمام رفتگان مسلمانان رو رحمت بفرماید. و مهریه ایشون بوده 500 سکه طلا و الان بعد از خودشون خود این شوهر مونده و پدر و مادر خانمش هست، به اضافه فرزندانش که یک دختر و یک پسر هستند، یعنی مجموعا 5 نفر اینا هستند. تمامی این موارد رو الله متعال سهمیهشون رو در قرآن کریم کاملا مشخص فرموده. به طور مثال در مورد پدر و مادر الله متعال در سوره نساء در آیه میراث این رو بیان فرمودند که ولی ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد. اگر یک فردی فرزند داشته باشد، اگر یک فردی تفاوتی نداره که مرد باشه یا زن باشه، فرزند داشته باشد در صورتی که وفات بکند و بعد از خودش یک مالی رو به عنوان ارث باقی بگذارد، سهمیه پدر و مادر مشخصه. یک ششم کل این مال از آن پدر هست و یک ششم کلش از آن مادر هست. پس بنابراین سهمیه پدر مشخص شده یک ششم، یعنی از 500 سکه یک ششمش باید برسه و همچنین سهمیه مادر هم مشخص هست که یک ششم هست. و در مورد خود این شوهر در صورتی که زن فرزند داشته باشد ربع میبرد، یعنی یک چهارم این مال از آن شوهر هست، زیرا که الله متعال میفرماید که فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. اگر زنان شما فرزند داشته باشند پس بنابراین یک چهارم مال باقی مانده مال شما هست به عنوان حق میراث شما. پس بنابراین پدر یک ششم، مادر یک ششم، شوهر در این صورت یک چهارم در واقع حقش هست و باقی مانده مال هرچی بود در میان دختر و پسر تقسیم می شود. باقی مانده مال هرچی باشه، یعنی درصدی مشخص نیست برای دختر و پسر، باقی مانده مال به صورت کلی هرچی باقی ماند باقی ماندهش در میان دختر و پسر تقسیم می شود و پسر دو سهمیه دارد و دختر یک سهمیه، زیرا که الله متعال می فرماید یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، که پسر دو برابر سهمیه دختر میراث میبرد، اونم به خاطر یک سری واقعیت های زندگی که در زندگی وجود دارد. این پسر مجبور هست که حتی در واقع برای خرج پدرش رو مادرش رو در صورتی که وجود داشته باشه یا خواهر و برادرای کوچکتر خودش رو پرداخت بکنه و یا اینکه خودش برود مهریه بده از زن بگیرد. اما بر زن چیزی لازم نیست، بر زن بر خواهر لازم نیست که خرج برادر خودش رو در واقع بده. و در مقابل میبینیم که خود این زن به اندازه‌ای که این پسر سهمیه بالاتری برده، این سهمیه رو برده داده یک جای ازدواج کرده، به عنوان مهریه اون رو تقدیم کرده. اما این زنی که سهمیش کمتر شده، نصف سهمیه برادرش هست، این میره داده یک جای ازدواج میکند و مهریه دریافت میکند، مجبور نیست که یک چیز رو به عنوان در واقع مهریه پرداخت بکند. پس بنابراین این مشخص است سهمیشون، یک ششم حق پدر هست، یک ششم حق مادر هست و یک چهارم حق شوهر هست و باقی مانده تقسیم میشود در میان پدر، در میان دختر و پسر. و در این صورت کل مسئله رو از 36 هست، یعنی کل 500 سکه رو تقسیم بکنن بر 36. 500 سکه تقسیم بر 36 باشه و حاصل این تقسیم ضرب بر سهمیشون باشه. حاصل این تقسیم ضرب میشه در سهمیشون، که یعنی حاصل تقسیم ضرب در 6 باشه، سهمیه پدر مشخص میشه، دوباره ضرب در 6 بکنن سهمیه مادر مشخص میشه، ضرب در ربع بکنن، یعنی ضرب در
در رابع بکنند و سهمیش که از 36 که این تقسیم بکنند، وقتی 36 تقسیم بکنند میشود 9، حاصلش به وجود پیدا میشه و سهمی دختر و پسر رو هم به همین صورت. یعنی وقتی 36 رو ما تقسیم بکنیم که یعنی از 36 وقتی که تقسیم بشه، یک ششومش که بدیم 6 هست برای پدر و 6 برای مادر و یک چهارمش که 9 میشه برای شوهر و باقی ماندهش که مونده که 15 مونده لذکر مثل حضر انسین 10 تا مال پسر هست و 5 تا مال دختر هست. حاصل تقسیم 36 500 در 36 رو حاصل تقسیمش رو ضرب بکنم در این موارد و هر کسی به اندازه سهمیتش چه اندازه شد اون سهمیه رو خواهد برد. درست. به صورت کلی تو یک ششم کل مال از این 500 سکه مال مادر هست، یک ششمش مال پدر هست، یک چهارمش مال شوهر هست، باقی ماندهش رو برادر و خواهر با هم دیگر تقسیم میکنن. سهمیه برادر 2 برابر هست و سهمیه خواهر 1 برابر. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنن و از بینندگان نیز خواهش میکنم که سوالاشون رو آماده داشته باشن به صورت مختصر و لطف کنید وقتی که تماس میگیرین از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین، منتظر نباشین صداتون از طریق تلویزیون بشنوید. بیننده بعدی گفتن که بنده بعد از وضو احساس میکنم یک قطره از ادرار ازش خارج میشه. هر وقت وضو میگیرن تقریبا گفتن بعد 10 دقیقه چند دقیقه بعد احساس میکنن که ادرار ازشون خارج میشه، گفتن چیکار کنن؟ در مواردی که این به عنوان یک بیماری مزمن و ادامه دار نیست، یعنی احتمال داره که بعد از این که از اجابت مزاج برگرده شاید یک قطره بعد از 10 دقیقه به طور مثال بعد از 5 دقیقه مثلا خارج بشود، این باید صبر بکند بعد از اون 10 دقیقه یا 5 دقیقه وضو بگیرد. اگر به صورت یک بار هست صبر بکند، وقتی که مطمئن شد که کاملا پاک شده و احتمال چکیدن ادراری وجود نداره بعد از آن برود وضو بگیرد. اما در صورتی که انسان مبتلا به یک بیماری باشد که نتواند که ادرار خودش رو یا باد شکم خودش رو کنترل بکند، این از نظر شرعی معذور شمرده می شود و وضوی معذور و حکم معذور به این گونه هست که بعد از دخول وقت نماز باید وضو بگیرد. بعد از این که برای هر نمازی اذان گفته شد این فرد باید وضو بگیرد و بعد از آن برود نماز بخواند، ولو این که در هنگام نماز و بعد از وضویش احساس بکند که قطراتی از ادرار چکیده، باز هم نمازش صحیح هست و درسته تا زمانی که وقت نماز بعدی بیاد. برای هر نمازی باید به صورت جداگانه وضو بگیرد و با هر وضوی میتواند یک فرض را و یا فرضهایی رو که قضا شده در اون وقت بخواند به اضافه نمازهای نفل و سنتی رو. با گذشتن وقت وضوش باطل می شود، یعنی وضوی فرد معذور با ادرار یا با خروج باد باطل نمی شود، بلکه با خروج وقت باطل. یعنی که وقت نماز برود وقت نماز بعدی بیاد با این باطل می شود. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیزم وصله و باز از بینندگان عزیز خواهش میکنم که از طریق گوشی تلفن رو مصاحبه کنن و سوالاشون هم مختصر داشته باشن. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم، بیاره خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. قن ام یک سوال داشتم، ببخشید که از تلویزیون پخته میشه صدای من میاله؟ من تکرار میکنم که از طریق تلفن حرفتون ادامه بدین بعدا صداتون میشنویم. ام بهتر است به خاطر سوالم اگر پخش نشه بهتر است. این یک دوست من سوال کرد. صداتون الان در تلویزیون داره پخش میشه. بعد از برنامه خب میشه الان میره قید کنی؟ والا بعد از برنامه تماس بگیرن. خب خیلی یک دو بار تو میگم خیلی ان شاء الله. یک دوست ما همیشه ما میگم که نماز بخون، میگه که نمیخونم تو بسیار تنبلی میکرد. بالاخره یک دوست برام گفت من یک مشکل دارم. تو مشکل تو چی هست؟ من که هر بار وضو میکنم مثلا میرم سر نماز سر جای نماز خود میتونم که نماز خدا بخونم اما نمیتونم خوانده مثلا بزیش میشکنه نمیتونه نماز باز دوباره بعض وقت دوباره چی کار میشه؟ ببخشیم گفت وقت نماز میخونن؟ در وسط نماز خواندنشان بزیشان میده میشه درست. نمیتونه که مشکل داره دیگه اما بار نمیتونه که نماز بار بار دوم هم میتونم وضو میگیره بازم نمیشه درست اما این رو فقط
میگه نماز ما کامل میشه مگه بار اول وضو کنم یا بار دوم نماز چه رقم میشه برای از یک مسلمان هستم؟ درست، سوال واضحه، انشالله پاسخ دریافت میکنید. قربان سلام علیکم، تشکر میکنم شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. جانم خسته نباشی، خدمت استاد بزرگوار. یه سوال داشتم از خدمتتون. بفرمایید. عرض موضوع شما، از بدن مرد یه آب استفیدی بیاد، ببخشید می‌خواستم از استاد زحمت چه بکشه واسمون، با یعنی بدنمون کثیف میشه چه جوری بشه، ممنون میشم. سوال دیگه هم دارین؟ جان نه، دست شما در نکنه، خدا انشالله خیرتون بده، ممنون، خدا حافظ. خدا نگهدار شما، تشکر میکنم شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته، من هم عرض سلام و ادب داشتم خدمت شما و جناب. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. جناب استاد، من سوال داشتم راجع به تلویزیون های افغانستان. بله بله، میشتم جناب استاد؟ بله بله، در چینل های افغانستان جناب استاد بعضی های سریال های مبتذل نشون میکنم و من هم در خانواده مادر و همشیرهای ما میاره میگویم که می برنامه رو خیلی نکنن و ایشان امروی من مخالفت میکنه و قهر میشه بانای من، خصوصا مادرم که بسیار قهر میشه. آیا ما به این کار گناهکار میشون؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه، تشکر برادر، خداحافظ، سلامت باشین. تماس بعدی بیرنده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من محمد زرکت هستم، از افغانستان با شما هم کلام هستم. ما میخواستم یک سوال داشته باشم از جناب معالج محترم. بفرمایید، صدای شما پخش میشه و سوالتون لطفا. و سوال من اینه که جناب محترم، شما میشه در رابطه با نکاح مسیار برای من کم معلومات بدین و جوازش چگونه هست؟ سوال دیگه هم دارم. سوال دومی هست که روح انسان با روح ایمان چه تفاوت داره؟ سوال دیگه هم دارین؟ تشکر، فقط التماس دعا دارم از شما، وقت داشته باشین، خداحافظ. سلامت باشین، موفق باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم، لطفا سوال شریعتم. شش تا سوال دارم استاد. بفرمایید. خون وضو را باطل میکند اگر بسیار خورد شود؟ اگر خون بسیار خارج شود وضو رو باطل میکنه. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر، ناس روزه رو میشکنه؟ چی؟ آه، ناس. ناس، بله. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر، دو بار از آن گفتن در نماز جمعه چی حکم دارد؟ سوال بعدی؟ سوال دیگر، در نمازهای جهری خواندن سوره فاتحه بر مقتدی ها از پشت امام لازم است؟ بعض علما ها میگن که لازم است، حدیث پیامبر را دلیل میارن که لعلهم تقربون خلف امامکم لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب، همین حدیث را دلیل میارن. درست. سوال دیگر استاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثش میفرماید که کل بدعت ضلالت، و حضرت عمر رضی الله عنه میگوید که نعمت البدعت هی، در این مورد استاد معلومات میدهد. درست. سوال دیگه، آخرین سوالتون بودین؟ آخرین سوال استاد، بدعت شرع حسنه و سیئه میشود؟ یک عالی میگوید که در میان چهار مذهب بدعت حسنه و سیئه هست، هیچ اختلاف نیست، سلفی ها به این را اختلاف انداختند.
همین در همین باره هم استاد معلومه میدیم. درست، تشکر میکنم از شما. نه تتون در نکنه بینده باش. سلامت باشین، تشکر میکنم بینده گرامی. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم سلام، در خدمت شما هستیم. ببخشید، در شرایط فعلی جهاد با اردوی افغانستان جواز دارد یا خیر؟ سوال دیگه هم دارین؟ دست درد نکنه، همین سوال ما خلاص. سلامت باشین. ببخشید ما داریم شما. خدا خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. برادر محترم، قبل شو یک دوستای ما است به خاطر اینکه معیوبش یک پای نداره، فهمیدی؟ معذور است، کاربار نمیتونه، الحمدلله پول داره ولی به اینجا نماز نمیخونه، میره جایی که به حساب مردم پرش پیسه میتونه، از اون دموجه میره به خاطر پیسه میره اوجه که نمیره کمک کنه، این از ده مسجد تیره میشه میره اوجه. بله بفرمانی ادامه بدین. میگم فهم حضر مسجد میره بخاطر پول، یعنی پیسه میره بخاطر پول میره، بگیر از ده مسجد تیره بشه اوجه میره. درست، نماز دیشی خمیشه جایی میشه نمیشه. درست، سوال دیگه هم دارین؟ نباید. تشکر میکنم شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. یک دو سوال داشتم. بفرمایید. سال اولتون؟ سوال اولمون همین که آیا جین ها به انسان ضرر رسانده میتوانند؟ اگر ضرر رسانده توانند روح ایمین بودن، ایمین بودن از جین ها چیه؟ من اگرتون رو متوجه نشدم، دنبالش اینه. صداتون پایینه. اگر جین ها به انسان ضرر رسانند روح ایمین ماندن از اونها چگونه؟ سوال دویم این بود که من به شهر رفته بودم برای کار، هنگام کار و لباسهای ما به نماز را لباسا نماز، آیا نماز را قضا خونیم و یکان چکار کنیم این حالت؟ درست، سوال دیگه ندارین؟ سوال دیگر هم داشتیم. بفرمایید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آیا حضرت عمر رو بشارت میدن که بعد از من پیامبر میشد یا حضرت علی رو؟ ما این رو از علمان همین محله خود شنیدیم. درست، تشکر میکنم. سلام، سلامت باشین. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید، سوال شریعتون؟ درشین صداتون خیلی پایینه، اگه لطف کنین یکم بلندتر صحبت کنین. بنده گرامی صدای شما وصله، سوال شریعتون لطفا. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام، ما یک سوال شرعی داشتم. بفرمایید. خدمت شما عرض میکنم، با سپاس فراوان از برنامه خوبتان. سلام خدمت شما و مولانا صاحب عبدالقدوس دیقان و رسم احترام سلام دستایشان میبوسم. سلام. من یک سوال شرعی داشتم. در خدمت شما هستم. پدرم یک تعمیر داشت که به تعداد 6 اتاق داشت. پدرم
پدرم یک اتاقش را در عق مهر خانم من در نکاحتش تحریر نموده و در پایینش امضا نمود. منظور یک اتاق یعنی یک خونه کامل سرویس خونه یا یک بله اتاق؟ بله یک خانه کامل بود. بله یک خانه بود. شش اتاق داشت. درست. یک اتاقش را به مهر خانم شما تحریر نموده بود و امضا نموده بود و پدرم فوت شد و عموی من تعمیر را در غیاب ورثه به مبلغ 120 هزار دلار فروخت و برای ورثه هیچ مبلغ پول تحویل نداد. فعلا 120 هزار دلار تقسیم 6 اتاق 20 هزار دلار پول یک اتاق می شود. آیا سوال من این است که آیا من این مبلغ پول که 20 هزار دلار می شود به خانمم من عیس عق مهرش تحویل بدهم یا خیر؟ در حالی که اقتصاد من خوب است من می توانم این مبلغ پول را به خانمم تحویل بدهم. این یک جز سوالم بود آقا مولانا صاحب. و یک مطلب دیگرم در خدمتتان عرض می کنم که من 3 سال قبل بله 3 سال قبل خانمم مرا از خانه بدون علت کدام علت شرعی توسط پلیس خارج کرد و میگوید که در آینده نمیخواهد با من زندگی کنند. لطفا بگویید که شریعت اسلامی در زمینه چی حکم میکند؟ آیا من مهر خانمم را بدهم یا خیر؟ در حالی که در دو نوع مختلف زندگی میکنیم اما هنوز از هم دیگر طلاق نگرفتیم. با سپاس فراوان ما از تلویزیون جواب سوال خودم اشتم. انشالله. اگر سوالی دارین ما در خدمت است. اون سوال نیست در این زمینه؟ سوالتون انشالله واضح است و انشالله پاسخ دارید. بله 120 هزار دلار بود. بله. که 20 هزارش به خانمتون میرسید. 20 دلار و ما 20 هزار دلار من از قمار برای خانمم بدم در حالی که ما 20 هزار ما نگرفتیم. درست. و فعلا ما توانش دارم اما خانم مرا از خانه بیرون کرده نمیخواد آینده با ما زندگی کنه. آیا شریعت چی میگه؟ ما چی کار کنم؟ درست. تشکر میکنیم از شما و تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. من راجع به نماز اشراق سوال دارم که نماز اشراق و نماز دعا یک نماز است و یا فرق داره؟ و این که چقدر رکات خونده شد بهتر است و در کدام وقت بر خانم ها توضیح بدین بهتر است بر ما؟ تشکر بسیار زیاد. و یکی راجع به مولانا میخوایم که در کجا تحصیلات خود به پایین رسانده انشالله. تشکر بسیار زیاد، خداحافظ. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما هستم. برنامه وصال حق. وصال حق و سوال شریعتن لطفا. خوشی یعنی انتحاری از سوال بسم انتحاری که احرام است یا چیز از نظر شرعی که سوال دیگه دارین؟ نه این سوال من بود. تشکر میدونی شما. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایین. بیننده گرامی صدای شما وصله و سوال شهریتون لطفا. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید از تاجیکستان تماس میگیرم. مسئله همینه که وقتی آدم فوت میکنه وقتی میبرن تا قبر میگذارنش همین روح انسان جواب میده یا خود روح میاد تو بدن انسان، بدن انسان زنده میشه و پیش ملائکه ها جواب میگویه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال ما واضحه؟ بله بله. نه تشکر، همین هم خواستم سوال کنیم. تشکر از برنامه خوبتون. سلامت باشین، تشکر میکنیم از شما. در اینجا با هم بینندگان عزیز یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود و انشالله اگر وقت شدم سوالای جدید شما را از طریق تماس تلفنی خواهیم گرفت. با ما باشین.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن ولا تكن و چون با الله پیمان بستید به پیمان الهی وفا کنید و سوگندها را پس از تأکید آن نشکنید در حالی که الله را بر خود نگهبان ساخته اید بیگمان الله از کردارتان آگاه است و مانند آن زنی نباشید که نخهای تابیده اش را پس از محکم تابیدن باز می کرد. شما نباید سوگندهایتان را در میان یک دیگر دستاویز نیرنگ و خیانت قرار دهید به بهانه این که گروهی از گروه دیگر بیشتر است و جز این نیست که الله شما را با آن می آزماید و به طور قطع روز قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید برایتان روشن می سازد. نور فی الظلماتی انسی فی خلواتی يا سعدي وهنائي القرآن حياتي بسؤالي جئت لكي أدري ليزيل الحيرة عقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر عرض سلام و خسن باشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که دوستی دارن که دیده متوجه شدن که نماز نمیخونن و هر وقت هم بهشون میگفتن که نماز بخون تنبلی میکردن. بعد گفت دوستشون گفتن که من وقتی که نماز میخونم سر نماز وضویم میشکند و هر وقت هم این کار دوباره تکرار میکنم باز وضو میشکند. گفتن چه کار باید بکنم؟ این مسئله همون مسئله است که قبلا توضیح دادم در مورد کسانی که مشکل دارند و نمیتوانند که وضو خودشون رو نگه دارند. حکمشون این است که وضو بگیرند و نماز بخوانند ولو این که در هنگام نماز و در اثنای نماز وضوشون بشکند. هیچگونه اشکال شرعی و ممانعتی رو ندارند. به دلیل این که کسی به خاطر بیماری نمیتواند وضو خودش رو کنترل بکند، جایز نیست که نماز رو ترک بکنند و بدین خاطر نماز از انسان ساخت نمیشود. حتما باید نماز بخوانند. وقتی که از آن گفت وضو بگیرند برمند نماز بخوانند ولو این که وضوش بشکند ولو این که لباسش هم نجس بشود.
زیرا که چاره غیر از این وجود ندارد. به این بهانه که نمیتواند وضو را کنترل بکند، مجبور است که چند مرتبه برود وضو بگیرد و بعد از این وضو بگیرد دوباره همین اتفاق برش میفتد. این دلیلی برای ترک نماز نیست. برود وضو بگیرد و نماز بخواند، ولو این که در هنگام نماز قطری از ادرارش بچکد و وضوش بشکند و حتی بر لباسش اصابت بکند، نجس بشود، باز هم هیچ گونه اشکالی ندارد. این فرد معذور هست و نمازش هم صحیح خواهد بود. آبی که از بدن مرد، آب سفیدی که از بدن مرد بیرون می آید، آیا این کثیف است و چیست؟ در مورد مایعاتی که از بدن مرد، در واقع از عضو تناسلی مرد یا زن خارج می شود، در دوتاشون به صورت کلی این بر چهار قسم تقسیم می شود و هر یکی حکم خاص خودش رو دارد. بعضی یعنی مواردی هست که با هم دیگر یک حکم مشترک دارند و برخی دیگر حکم جداگانه‌ای رو دارند. این مایعات چهار گونه هستند. اولی که ادرار هست که مشترک است بین هم مرد هست و هم زن. این مواردی که عرض میکنم تفاوتی بین مرد و زن وجود نداره. ادرار هست که نیازی به تعریف ندارد و همه میدانند. غیر از ادرار یک مایع دیگری هست به معنی به نام ودی شمرده می شود. نام ودی اونم مایع غلیظ و شفافی هست که معمولا و احیانا بعد از ادرار خارج می شود. در آخر ادرار احیانا مایع سفید رنگی و که غلظت دارد، شفاف هست، خارج می شود. این اسمش هست ودی. غیر از این یک مایع دیگری هست که در هنگام تحریک جنسی خارج می شود. وقتی که انسان یک به فکر موارد جنسی باشد، ترشحاتی از اون خارج می شود و این حکمش مضی هست. این سه مورد هستند. اینها از نظر حکمی این است که همهشون جزء شکننده های وضو هستند. همهشون جزء شکننده های وضو هستند. یعنی با خروج ادرار یا با خروج مضی یا ودی، این هر مایعی که از بدن انسان از مخرج طبیعی جلو یا عقب خارج بشود، هر چیزی که باشد شکننده وضو هست. پس بنابراین هم ادرار و هم مضی و هم ود، اینها تمام شکننده وضو هستند و به اتفاق علما هر سه مورد هم نجسند. هر سه مورد هم نجس هستند. یعنی اگر ادرار یا همچنین مضی و یا ودی بر بدن انسان یا لباس انسان اصابت بکند، حکمش این است که بدن و لباس نجس شده و حتما باید شسته بشود. روایت معروف حضرت علی رضی الله تعالی عنه و مقداد هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال فرمودند و ایشون گفتند که وضو بگیرند و لباس خودش را و بدن خودش را تمیز بکنند. یعنی این که و در مورد ادرار هم صراحتا روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم عبور کردند از کنار دو تا قبر و فرمودند که انهما لا یعذبان و ما یعذبان فی کبیر. این دو نفر در حالت عذاب دیدن هستند و شاید که عذاب اونها به خاطر یک مسئله بزرگی نباشه. و فرمودند که یکی از اونها سخنچینی میکرد و اما الاخر فکان یا لا یستتر من بوله. نفر دوم از ادرار خودش پرهیز نمیکرد و دلائل بر نجاست ادرار هم فراوان هست. پس بنابراین این سه مورد هم نجس هستند، چه بر بدن باشند یا لباس باشند، و همین که هر ستاشون شکننده وضو هستند. یعنی این که بعد از این موارد کافی هست که انسان برود وضو بگیرد. غسلی لازم نیست، نه به خاطر ادرار و نه به خاطر مایعات دیگر که مضی باشد یا ودی باشد، غسلی لازم نیست. وضو می شکند و برای حصول طهارت دوباره باید وضو بگیرد. مورد چهارم منی هست. مورد چهارم منی یا آب شهوت هست که حکمش متفاوت با این سه مورد دیگر هست. جمهور علما نظرشون بر این است که این مورد هم جز موارد قبلی هست در حکمش از حیث نجاست. از حیث نجاست جمهور فقها نظرشون بر این است که منی هم مانند موارد دیگر نجس است. اما در مورد حکمش سنگین تر از حکم بقیه هست. این سه مورد به عنوان شکننده وضو بودند، حدث اصغر شمرده می شوند، یعنی ناپاکی اصغر و کمتر، و موردی که با خروج منی می شود این حدث اکبر هست و حدث اکبر با وضو برطرف نمی شود. این سه مورد قبلی وضو گرفتن کفایت می کرد و با وضو انسان پاک می شود، اما مورد چهارمی حتما باید انسان غسل بکند. الان این خروج منی که چه به خاطر همبستری باشد،
چه به خاطر این باشد که فردی استمنا بکند، یا به خاطر این باشد که به تعبیر عامیانه کسی شیطانی بشود، احتلام بشود، در خواب منی خارج بشود، در تمامی این موارد غسل بر انسان لازم هست. پس بنابراین سه مورد قبلی بالاتفاق نجس هستند، وضو را می شکنند و لباس را نجس می کنند و کافی است که وضو بگیرد و پاک می شود، لباس را هم باید پاک بکنند. مورد چهارم هم شکننده وضو هست و حدث اکبر هست، یعنی تنها با وضو کفایت نمی کنه، دوباره به اصطلاح طهارت حاصل نمی شود، حتما باید غسل بکند. چی این که این در واقع به در بیداری باشد خروج منی، یا در خواب باشد، یا به صورت عمدی باشد، یا به صورت غیر عمدی باشد، یا به صورت جماع باشد، در تمام این موارد جز شکننده های طهارت هست و انسان باید برای حصول طهارت در مورد چهارمی در واقع باید غسل بکنند. اما از نظر حکم نجاستش برخی از فقها نظرشون بر این است که منی پاک است، برخلاف سه مورد قبلی. عرض کردن جمهور علما مانند احناف معتقد بر نجاستش هستند، اما با توجه به روایاتی که در این زمین اومده، روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها است که میفرماند که من گاهی وقتی لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم را میشستم یا اثرش باقی موند، یا وقتی خوش میشد اون رو به هم میمالیدم. اگر واقعا نجس می بود، با مالیدن لباس به هم دیگر در واقع پاک نمیشد و این دلیل بر طهارتش است. اما برای خروج منی بالاتفاق تمام مذاهب اهل سنت و جماعت نظرشون بر این است که غسل بر انسان لازم می شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که کانال های افغانی سریال های مبتذل نشر می کند و مادرشون و همشیرهشون نگاه می کنن، گفتن و وقت رخ میده که به مادر یا همشیرهشون می گوین که نگاه نکنید، اما اونها قهر میکنن، ناراحت میشن. آیا به خاطر قهر کردن مادرشون گناهکار میشن یا نه؟ نه، در صورتی که ایشون هدفشون امر به معروف هست و نهی از منکر هست و در صورتی کسی ناراحت بشود شما گناهکار نمیشوید و این حقوق والدین یا نافرمانی پدر و مادر در واقع شمرده نمیشود. شما موظف هستید از نظر شرعی وقتی که مرد خانه هستید یا پسر خانه هستید، باید در حدی که در توانتون هست امر به معروف و نهی از منکر بکنید. افراد خانواده را با اسلوب مناسبی، با روش‌های خوبی به نیکی و التزام به شریعت دعوت بدهید و از کارهایی که جز منکرات و گناهان هستند اونها رو در واقع منع بکنید. منتها در این زمینه شما باید با نهایت لطافت و نرمش این کار رو تا جایی که برای شما میسر هست این رو انجام بدهید. این که یک مرتبه گفتید قبول نکردن، این وضعیت مسئولیت شما رو منتفی نمی کند. باز هم شما مسئول هستید، با یک روش اگر نشود روش‌های دیگری رو انتخاب بکنید و تا اینکه نهایتاً بتوانید که بر خانواده خودتون تأثیر بگذارید، تا اینکه انشالله همه پایبند احکام شرعی باشن و از دیدن مواردی که خلاف شرع هست و خلاف اخلاق هست انشالله پرهیز بکنند. انشالله. جزاکم الله خیر. نکاح مسیار چیست و آیا جایز است؟ نکاح مسیار در اصلش یعنی هیچ گونه تفاوتی با نکاح اصلی ندارد. نکاح اصلی که همون ازدواج رسمی هست و هم و نکاح مسیار از نظر اصلشون هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر ندارند. یعنی نکاح مسیار هم مانند ازدواج شرعی تمام شروطش وجود دارند، تمام شروطش در واقع وجود دارند. یعنی هم پسر رضایت دارد، هم دختر رضایت دارد، هم ولی هست و هم شاهد وجود داره و هم عقد شرعی در واقع خوانده می شود. هیچ چیزی از نظر ظاهری کم ندارد و به خاطر این از نظر اصل جایز هست. از نظر اصل ازدواج مسیار یا نکاح مسیار جایز هست، اشکالی نداره، زیرا که شروط کامل هستند و هیچ گونه موردی کم نیست. منتها تفاوتش با موارد دیگر در این است که در ازدواج مسیار زن از برخی از حقوق خودش تنازل می‌دهد. زن برخی از حقوق خودش را تنازل می‌دهد. به طور مثال مثلا زن می‌گوید که من نیازی به خانه ندارم، خودم خانه دارم و خانه نمی‌خوام.
یا اینکه زن فرض کنیم که میگوید که من نیازی به این ندارم که شوهر هر شب یا در نوبتی که مشخص هست پیش من بیاد، من فقط میخوام که به طور مثال اسمم به یک مردی باشه، مردم بفهمند که فلان زن مثلا ازدواج کرده باشه، هر وقتی که شوهر در واقع توانست یک سری به این زن بزند، وقتی که خود زن تنازل میدهد از حق خودش، فرض کنیم که از نفقه خودش یا از مسکن خودش یا از حق مبیت خودش تنازل میدهد، این حق زن هست. تمامی این موارد، هم مهریه، هم مبیت و هم مسکن و هم نفقه، خرج و مخارج زن، اینها حق اختصاصی زن هستند. اگر زن این حقوق خودش را بر شوهرش معاف کرد و گفت من این موارد را نمیخوام، من خودم این موارد را دارم، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. و نمونه اش هم در مورد این که زن میتواند حقوق خودش را معاف بکند بر شوهر خودش، مانند حضرت سوده رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین سوده رضی الله تعالی عنها، در آخر نوبت شب خودش رو بخشیدن به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول نوبتی که داشتن دو شب پیش حضرت عایشه بودند، یک شب نوبت اصلی خودشون بود و یکی هم نوبت حضرت سوده رضی الله تعالی عنها بود که اینو بخشیده بودند به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. پس بنابراین از نظر شرعی زن می تواند که از برخی از حقوق خودش تنازل بکند و این اشکال شرعی ندارد. اما ازدواج چون که با رضایت طرفین انجام گرفته، چون که ولی هم حضور دارد، شاهد هم وجود دارد، عقد شرعی هم خوانده شده، از نظر شرعی خود این ازدواج اشکالی رو نداره. اما به خاطر برخی از موارد مثلا میبینیم که این ازدواج شاید در برخی از جاها باب شده باشه، به طور مثال در برخی از شهرها و جاهایی که دخترهای ازدواج نکرده زیاد هستند، میخوان به این طریق ازدواج بکنن، یا این که در صورتی میبینیم که در یک جایی زنان راضی نمیشن به خاطر تعدد زوجات، اینو قبول نمیکنن، مرد مجبور میشه از این رو که نیازی رو داره مجبور است که برود ازدواج مسیار بکنه، یا احیانا بعضی از مردها هم به خاطر فرار از نفقه زیرا که از نظر مادی شاید کم بود داشته باشن، به این گونه موارد روی می آورند. به هر صورت زمانی که زن و شوهر با هم دیگر به رضایت برسند و زن برخی از حقوق خودش را معاف بکند و تنازل بدهد، این ازدواج از نظر شرعی درست است و اشکالی رو هم نداره. منتها نباید یعنی باب سوء استفاده افراد در واقع افرادی که دنبال هوا و هوس هستند قرار بگیره. از نظر مدت چی؟ مدتش مشخصه؟ نه، این مدتش کمون یعنی ازدواج اصلی هست، یعنی برخی یعنی مدتی مشخص نشده، یعنی در وقت ازدواج عرض کردم که دقیقا همان ازدواج اصلی هست، تنها تفاوتش این هست که زن از برخی از حقوق خودش تنازل میکنند. اگر وقت و مدت رو تعیین بکنند که همون ازدواج موطع هست، کن از نظر اهل سنت و جماعت قطعا حرام هست و هیچ کدام از مذاهب اهل سنت و جماعت چنین چیزی رو جایز نمیدونند. همان ازدواج اصلی هست، منتها فرض کنیم که زن نفقه نمیخواهد یا نوبت شب خودش رو نمیخواهد یا اینکه مسکن نمیخواهد، این موارد رو تنازل میدهد و در اصلش این از نظر شرعی جایز هست. جزاکم الله خیر. روح انسان با روح حیوان چه تفاوتی دارد؟ سوال بعدی بیننده در این زمینه است. والله اعلم. نقول الروح من امر ربی و من در این مورد چیزی نمیدونم. درست. جزاکم الله خیر. آیا خونی زیاد وضو رو باطل میکنه یا نه؟ در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خون یکی از شکننده های وضو شمرده میشود و در مذاهب دیگر اهل سنت و الجماعت، در مذهب امام احمد ابن حنبل و بقیه مذاهب، این رو جز شکننده های وضو نمیدانند، به خاطر روایاتی که در این زمینه اومده که حسن بصری رحمت الله علیه میگه که ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، مسلمانان در زمان قدیم با زخم های خودشون نماز میخوندن، یعنی معنی این هست که یعنی خون از بدنشون خارج میشد و وضو نمیگرفتن. اما اگر کسی به خاطر احتیاط بر بیشتر
اگر بر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به طور مثال اگر هست وضو بگیرد این اعلی‌تر و بهتر هست، اما در مذاهب دیگر اهل سنت و جماعت با توجه به روایاتی که در این زمینه اومده و همچنین دو موردی رو که در یکی از جنگ‌ها دو نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول نماز بودن که دشمن حمله کرد و اون کسی رو که نگهبان بود زخمی شد، اما با وجودی که زخمی بود نماز خودش رو نشکست، معلوم می شود که با خروج خون وضو در واقع نمیشکند. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنابر این که نجس هست خون و با خروج نجاست تفاوتی نداره که از راه طبیعی باشه یا از راه غیر طبیعی، گفتند که خون جز شکننده های وضو هست. منتها حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این عمومیت ندارد، یعنی خروج خون به صورت کلی عمومیت ندارد. اگر این خون از سبیلین خارج بشود، یعنی از راه جلو یا عقب خارج بشود، این مورد اتفاق هست که شکننده وضو هست، تفاوتی نداره که از راه جلو باشه یا از راه عقب باشه، به اتفاق علما این جزء خروج جزء شکننده های وضو هست. اما در صورتی که از جای دیگری از بدن خارج بشود، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی مواردی استثناء شده، به طور مثال گفتند که اگر در یک جای از بدن انسان زخمی باشد و به زور آن را فشار بدهد که چرکی یا مقدار خون خارج بشود، این وضو رو باطل نمی‌کنه، زیرا که این خارج نشده، این بیرون کرده شده، خارج نیست و به زور اینو بیرون کردن. یا در صورتی که خارج بشود و منتها حرکت نکند، یعنی به ظاهر پوست نرسد، به یعنی به اندازه نرسیده که جریان پیدا بکند، باز هم گفتند که جزء شکننده های وضو نیست. یا در موردی که فرض کنیم دندان کسی خون بیاد و خون به اندازه کمی باشه، به گونه‌ای نباشه که بر آب دهان غالب باشه، در این صورت هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضو باطل نمی‌شود. اما در صورتی که خون زیاد از بدن از جای دیگر خارج بشود، از زخمی خارج بشود، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این جزء شکننده های وضو شمردند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون گفتن که آیا ناس یا همون نسوار روزه را باطل میکند یا نه؟ بله، ناس جزء مواردی هست که یعنی در دستبندی جزء به اصطلاح مواد مخدر و نشه کننده هست. به هر صورتی که استفاده بشود، چه از طریق بینی باشد یا گذاشتن زیر لب باشد، این در واقع یک نوع نشه، مواد نشه آوری هست و جز مواد مخدر شمرده می شود و شکننده روزه هم هست. درست. جزاکم الله خیر. حکم دوبار اذان گفتن در جمعه چیست؟ اشکالی نداره اگر در جایی دو مرتبه اذان بدن، زیرا که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم دو مرتبه اذان میگفتند. دو مرتبه اذان گفتن یعنی یکی اذان هست و دیگری اقامه هست، یکی اذان و دیگری اقامه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در زور روز جمعه وقتی که تشریف می آوردند مسجد، وقتی که بالای منبر می رفتند، حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان می گفتند. قبل از آن اذانی در روز جمعه گفته نمی شده و اذان دوم اقامه هست. بعد از این که خطبه تمام می شد، از منبر می اومدند پایین، دوباره اقامه گفته می شود که این به عنوان اذان دوم هست. اگر در برخی از جاها این گونه عمل می کنند، یعنی قبلا اذانی گفته نمی شود و مردم به این عادت کردند که فقط دو تا اذان هست، یعنی یک اذان و یک اقامه، هیچ گونه اشکالی نداره و این هم اصل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به خاطر توسعه مدینه و از زیاد شدن کار و کسب ها، در روز جمعه در وسط بازار هم اذانی گفته میشد، در وسط بازار اذانی گفته میشد تا اینکه مردم بفهمند که وقت نماز هست و آمادگی برای نماز گرفته بشه. و امروزه هم در اکثر جاها در واقع سه اذان گفته میشود، یک اذانی قبلا گفته میشود و یک اذانی وقتی که امام بر روی منبر میرود و یکی همان اقامه هست. هر دو صورت از نظر شرعی جایز هستند و اشکالی ندارند. درست. جزاکم الله خیر. در نماز جهری خواندن سوره فاتحه برای مقتدی چه حکمی دارد؟ در صورتی که امکانش وجود داشته باشه که مقتدی سوره فاتحه رو بخواند، با توجه به روایتی که تو خود بیننده هم اشاره کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب، در صورتی که فرد توانایی داشته باشد و فرصت داشته باشد، یعنی فرض کنیم که امام در بعد از گفتن تکبیر تحریمه وقتی که دعای استفتاح رو میخواند، دعای استفتاح طولانی رو میخواند، شما میتوانید که در این فاصله هم دعای استفتاح رو بخونید و هم فاتحه رو بخونید، هیچ گونه اشکالی نداره، باید بخونید. یا اینکه بعد از سوره فاتحه بالفرض اینکه امام توقفی بکنه، یک نوع سکوتی اگه داشته باشه که شما در این مورد بتونید در این وقت بتوانید که
سوره فاتحه رو بخونید باز هم اولاتر بر این است که بخونید. اما در صورتی که فرصت نشد، یعنی وقتی برای خواندن سوره فاتحه شما به میسر نشد، اشکالی نداره و نمازتون درست است و همون قرائت امام به عنوان قرائت برای شما هم محسوب خواهد شد. یعنی این گونه نیست که اگر کسی پشت سر امام نتوانست و موفق نشد که سوره فاتحه رو بخواند نمازش باطل است. اما در صورتی که شما در حالت انفرادی هستی، قطعا و 100% باید سوره فاتحه را بخوانید. جزاکم الله خیر. بیننده باید سوال در مورد بدعت داشتن که سال اولشون گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که کل بدعت دلاله و عمر رضی الله عنه فرمودن نعم البدعه. در مورد مسئله ای و سوالشون گفتن که از نظر شرعی آیا بدعت حسنه و سیئه هم وجود دارد یا نه؟ اصل قبل از این که یعنی بدعت رو تقسیم بکنیم به بدعت حسنه یا بدعت سیئه، باید مفهوم خود بدعت رو انسان مد نظر قرار بدهد. مفهوم بدعت و معنی بدعت یعنی یک روش جدیدی رو انسان در دین ایجاد بکند به قصد تعبد و تقرب به بارگاه الله متعال. یعنی یک عبادتی را که اصلی در دین ندارد، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، یک فردی بیاد اینو به عنوان شعایر دینی و به عنوان احکام دینی و به عنوان مسائلی و ابزاری که انسان را به الله متعال نزدیک بکند قرار بدهد و امید ثواب داشته باشد، این بدعت هست. یعنی بدعت در دین هست. هر گونه عملی که در دین ایجاد بشود به منظور تعبد، به منظور عبادت یا تقرب به الله متعال، این میشود بدعت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت سنن نسائی فرمودند که کل محدثه بدعه، هر محدثه، هر امر نوپیدایی که در دین ایجاد بکنید این بدعت هست. و کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، و هر ضلالتی هم عاقبتش در آتش جهنم هست. پس بنابراین اگر کسی در دین یک امری را ایجاد بکند که اصلی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشته، این می شود بدعت در دین. و موارد زیادی متاسفانه وجود دارد که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا وجودی نداشته، اما امروزه متاسفانه مردم اینها را ایجاد کردند به عنوان تقرب. به طور مثال مهمانی دادن بعد از وفات یک فردی که یک روزی رو تعیین بکنند، روز سوم یا روز 44 ماه، در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوده، به عنوان تقرب کسی این عمل رو انجام بدهد، این میشود بدعت در دین. یا التزام و لازم گرفتن دعا بعد از مکتوبات و بعد از نمازهای فرض، اینو لازم بدونند، جزء از نماز بدونند و اینو در واقع یک نوع تقرب حساب بکنند، در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوده. اگر التزام داشته باشند این جزء بدعت ها میشود و موارد دیگر. پس بنابراین بدعت یعنی ایجاد کردن یک موردی در دین به قصد تقرب که در دین یک اصلی رو نداشته باشد، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین اصلی رو وجود نداشته باشه. اما بقیه مواردی که هستند که جزء موارد عبادی نیستند، در این نمیشود که اسمش رو گذاشت بدعت، مگر اینکه بدعت لغوی باشند. یعنی یک چیز نو هست، انسان الان قبلا سوار چهارپایان میشدن، الان به جایش مثلا وسایل نقلیه هست، سوار شدن بر وسایل نخلی بدعت نیست، زیرا که این بعد عبادی و تقرب به الله متعال نداره. یک سری از ابزار زندگی هستند که پیشرفت کردند و عوض شدند و به نیت ثواب کسی این کار را انجام نمیدهد. پس بنابراین این مواردی رو، ابزار و وسایل زندگی رو که ایجاد شدند، اینها رو به هیچ عنوان انسان نمیتواند که بدعت بگه. یا به طور مثال اذان گفتن در بلندگو، خب قبلا نبوده، الان اذان میگه تا اینکه صدا بالاتر برود. خود این عمل فی ذاتی عبادتی نیست، بلکه یک سببی هست برای اینکه این صدا به دیگران برسد. اینها را نمیتوان گفت که اینها بدعت هستند. هر بدعتی که در دین ایجاد بشود به معنی اینکه عبادتی را یا یک شیوه تقرب به الله متعال را در دین کسی اضافه بکند که در زمان رسول الله نبوده و از انجام این عمل امید ثواب داشته باشد، این میشود بدعت. مانند مواردی که متاسفانه وجود داره، بحث مولود و بقیه موارد که از این قبیل در واقع شمرده میشن. اما گفته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که فرمودن نعمت البدعت و حاضی، که در مورد نماز تراویح اینو گفتند که امام مالک و امام بخاری رحمت الله علیه این مقوله رو نقل کردند از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه،
این برمیگرده به یک معنی لغویش، معنی لغوی، یعنی صرفاً یعنی گویا که معنی لغوی در اینجا مراد هست، نه معنی شرعی. معنی شرعی عرض کردم که بدعت بدین معنی هست که یک عملی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده و اصلی نداشته، یک کسی بیاد در دین اضافه بکند. فرض کنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز شب اصلا نمی‌خواند، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ شبی در رمضان نمی اومدن با جماعت نماز نمی خوندن. اگر کسی می اومد این کار رو میکرد، خب یک بدعت در دین بود. اما نماز تراویح به گونه‌ای است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه نماز قیام می خوندن و تا 3-4 شب اومدن در مسجد با نماز جماعت چکار کردن؟ نماز خوندن. این دلیل بر جواز هست، یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ابتدا این گونه بود که هر کسی می رفتن در مسجد و 2-3 نفر با هم دیگر نماز جماعت می خوندن. نماز تراویح رو که می خوندن در یک جماعت نبود، یعنی در یک مسجد فرض کنید یک گوشه یک نفر ایستاده بود و چند نفر پشت سرش، در گوشه دیگر یک جماعت دیگر بود و چند نفر دیگر پشت سرش. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اومد این کار کرد که اینها را جمع کرد بر یک امامی، یعنی به جای این همه امامی که هستند که اصل داشت در شریعت اسلامی، هم خواندن قیام اللیل ثابت هست از رسول الله و هم جماعت خواندنش ثابت هست. پس بنابراین هیچ کدام از اینها بدعت نیست. اما حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به جای اینکه چندین جماعت باشه، چند نفر جداگانه نماز بخونن، اومد اینها رو جمع کرد، گفت یک نفر امام باشه و بقیه پشت سرش نماز بخونن و فرمودند که نعمت البدعت و هذه، منظورش این بدعت لغوی هست، یعنی این عمل ظاهری که دارد انجام میگیرد، وگرنه اصل نماز خواندن به عنوان نماز قیام در زمان رسول الله بوده، تأیید دارد از رسول الله و حتی به صورت جماعت خواندنش هم در رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندند. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند که والذی ینامون عنها خیر من الذی یقومون، که اون قسمتی از شب را که میخوابند بهتر از این قسمتی هست که قیام میکنند. این اصل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این بوده که بعد از نماز عشاء مردم میرفتند در خونه استراحت میکردند و بعدش دوباره باز میگشتند برای قیام اللیل و تا نزدیک سحر نماز میخوندند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند که اگر آخر شب میخوندند بهتر بود، ثوابش بیشتر بود از این که اول شب میخوندند. اما به هر صورت این در واقع یک نوع بدعت لغوی هست و بدعت شرعی نیست، یک عبادت جدیدی نیست که در دین احداث کرده باشند. خود نماز جماعت یا نماز تراویح که اسمش بعداً تراویح گذاشته شد، یا همون نماز قیام اللیل رو خود رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌خوندند. پس بنابراین وقتی که ما میگیم که بدعت هست، بدعت حسنه و سیئه وجود نداره. درست. وقتی که ما با توجه به تعریف بدعت گفتیم که بدعت یعنی روش جدیدی که به عنوان یک عبادت در دین ایجاد بشود که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. این برمیگرده به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر گونه شیوه جدید عبادی که در دین اسلام ایجاد بشود، کسی پدید بیاورد، بدعت هست و بدعت سیئه هست. بدعت هست و بدعت سیئه هست و به این منظور بدعت نمیتواند که بدعت حسنه قرار بگیره، زیرا که تمامی هر گونه ایجاد بدعت از نظر شرعی حرام هست. و گذشته از این، اگر قرار باشه که راه رو باز بکنیم که هر کسی به صلاح دید خودش بیاد یک موردی رو در دین اضافه بکنه، دین میشود مجموع اقوال همین فلان عالم و فلان عالم و فلان. فرض کنیم کسی که یک خوابی رو دیده، یک چیز رو در دین اضافه کرده و در مقابل این بسیار از سنت های رسول الله صلی الله استنام از بین میرون. اما اگر منظور به اصطلاح لغوی باشه، یعنی فقط از نظر لغوی نه معنی شرعی باشه، این اشکال شرعی نداره، میتونیم بگیم که فلان کار یک بدعت حسنه هست. اما بدعت شرعی که تعریف شرعی بدعت هست و تعریف اصطلاحیش هست، به هیچ عنوان نمیتواند که بدعت حسنه باشه، زیرا که این به معنی متهم نمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. کاری رو که رسول الله مشروع ندانستند، کاری رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک تقرب و عبادت به ما معرفی نکردند، ما از طرف خودمون اضافه بکنیم، گویا که ما متهم کردیم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که ایشون دین را آنگونه که شاید و باید هست ایشون نرساندند. درست. جزاکم الله خیر بابت این توضیح مفصلی که دادین. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم دوباره شماره تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنیم تا چند سوال دیگه هم بگیریم. و جناب مولانا بیننده بعدی هم پرسیدن که دوستشان فقط یک پا دارن، یک پا دیگه ندارن.
گفتن که از این کار سوء استفاده میکنه و پول جمع میکنه و برای اینکه پول جمع بکنه میرود به مساجد دیگه غیر از مسجدی که نزدیک محله خودشون است. حکم نمازی که میخوند برای پول جمع کردن چیست؟ اصل حکم تکدی و سوال کردن از نظر شرعی حرام هست. انسانی که کفایت قوت کافی داره، ایشون گفتن که پولدارم هست، این از نظر شرعی حرام هست و به هیچ عنوان نباید که دستشون رو پیش مردم سوال بکنند. و در روایت اومده که در روز قیامت سوال کردن از دیگران، یعنی دست رو دراز کردن پیش دیگران، کسی که این کار رو بکند در روز قیامت به گونه‌ای میاد که در صورتش لکه‌ای هست، یا در روایت اومده به گونه‌ای در روز قیامت حاضر خواهد شد که در صورتش هیچ تکه گوشتی وجود نداره. و حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نه اینکه از تکدی دوری میکردن، حتی در موارد عادی از همدیگر سوال نمیکردن. به طور مثال اگر لباس کسی، فرض کنیم که چادر کسی یا چوب دستی کسی از دستش میافتاد، به هم بغل دستیش و به افراد دیگر نمیگفت که این چوب دستی رو به من بده. حتی اگر بس سوار بر اسب بودند یا سوار بر شتر بودند، خودشون شتر رو میخوابوندند و اون چوب دستی رو برمیداشتند، اما به کسی دیگر نمیگفتند که این کار رو برای من انجام بده. و روایت متعددی در این زمینه وجود دارد که تکدی و سوال کردن از دیگران از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست. اما اینکه برای نماز به مسجد دیگری میروند به منظور اینکه در اونجا بروند یک چیزی مردم به اون بدن، خب این فرد وقتی که میرود هدفش از رفتن نماز نیست. ببینید، هدفش از رفتن نماز نیست، بلکه هدفش از رفتن این است که در اونجا برود مثلا تکدی بکند. خب به خاطر نماز نرفته. و در روایت اومده وقتی که انسان به خاطر نماز میرود، این گامهاش حساب میشوند و در مقابل هر قدمی که برمیدارد یک نیکی رو الله متعال به انسان به عنوان یک نیکی حساب میشوند. اما کسی که به نیتی دیگر غیر از نماز میرود، این نیت را ندارد. اما وقتی که در اونجا رفت و در نماز جماعت شرکت کرد، خود نمازش از نظر شرعی جایز هست، اشکال شرعی نداره و فرضش ادا می شود و بری الذمه می شود. اما اگر هدفش تنها رفتن به برای جمع‌آوری کمک هست، با این نیت رفته، این مسیری که رفته، گامهایی که زده، اینا جز عبادت شمرده نمی شوند، حساب نمی شوند. اما اصل نمازش از نظر شرعی جایز هست و اشکالی نداره. درست. جزاکم الله خیر. تماس های بینندگان عزیز نیز آماده است و باز تکرار می کنم، بینندگان لطف کنید سوالاتون مختصر باشه و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصل، بفرمایید. تماس بعدی بیننده بگیریم. الو سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. ببخشید، یک دایی دارم اصلا عقیده به نماز ندارد، نمازم نمیخونه و چند بارم برایش گفتیم چرا نمیخونید، میگه اصلا خودش عقیده ندارد، حتی به اولادای خودم میگه که نماز نخونید، هر گناهی که شود روز قیامت جواب پیش ماستیم. آیا با این شخص خودم رابطه داشتم، برای خونش غذایش رو استفاده کردن جاهز است یا نه؟ ارتباط دیگه سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر میکنم. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد گرامی شما. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. یک سوال داشتم. بفرمایید. درباره سجده تلاوت. بله، سجده تلاوت؟ بله بله، درباره سجده تلاوت نیتش و کلن جزئیاتش مکمل اگه برای ما بیان کنیم. انشالله. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر، از لطفتان. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی، سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. برادر اکشن سوال داشتیم. بفرمایید سوالتون. سوالان این است که برادر، که در سوره فرقان آیت 70 اومدگی است که کسی که مثال گناه کند بیاید توبه کند، خداوند گناه های او رو میبخشد. و در سوره زلزل اومدگی است که آیه 7 و 8، کسی که به مقدار کمی که گناه کند جزایش رو میبیند، کسی که به مقدار کمی که مثال
نیکی کنه جزاش رو میبینه. مشخص کنه که مثلا بعضی انسان های هستن که گناهشون بیشمار است، اگر آنها توبه کنند گناه آنها به نیکی تبدیل میشود، یا که اینو مختصرا میگید. دیگه سوال این است که در جای ما در سرهای قبر گوسفند کشته می زهر گوسفند می شود و با آنها دلیل آورده می شود که مثلا همین نکنه، مثلا در دوره پیامبر خدا نکره منی را می گویند که آیت قرآن دلیل می برند که ما به وقت این را می کشیم نام الله را می گیریم، کسی کی از کی نام الله را گرفته نخورد. به همین دلیل می خواستم. درست، تشکر میکنم شما. تشکر زیاد برادر عزیز. درست، سلامت باش. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. یک دو سوال داشتم استاد. سوال اولتون، حضرت آدم علیه السلام با چی زبان صحبت میکردن؟ ولی میفهمین؟ و سوال بعدی، چی کارا کنیم که مثال در وقتی وفات کردن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مثال بر زبان آدم آسان شود؟ درست. سوال دیگه ندارین؟ نه، تشکر زیاد. سلامت باشین، تشکر میکنم شما. تماس بعدی بیننده، سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، لطف کنید که برادر صحبت کنید. سوال شریعتم. سوال داشتم در رابطه با کفر گفتن. یک شخصی که در حالت غضب از زبانش کفر جاری شوه، الفاظ کفرانی، چی حکم داره و چطور میشه؟ میشه یک توضیح بدید؟ و سوال دومه یه سکت نلاق در حالت غضب چی حکم داره؟ آیا باقی میشه یا خیلی؟ سوال بعدیتون چیه؟ متوجه این سوال دوم شما؟ سوال دوم در رابطه با تلخ در حالت غضب. در رابطه با؟ در رابطه با طلاق در حالت غضب، اگر چندین طلاق بدهد. در رابطه چی چیزی این جمله ایر؟ در رابطه با؟ طلاق در حالت غضب؟ طلاق در حالت غضب. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. عبدالصبور هستم از افغانستان. بفهمید آقا عبدالصبور، سوال شرعیتون لطفا. یک خواهد جناب استاد سوال دارم که نمک و نان و خمیر اگه در زمین بریزه گناه دارم؟ نمک و نان رو خمیر؟ چطور؟ اون اگر در زمین زیر پاش گناه داره یا نداره؟ ها، زیر پا بزنیم. ها، سوال دیگه هم دارین؟ یک سوال دیگه، اگر در بین در محفل عروسی چیزا سرشان لچ باشه در بین زنا، چیز حکم داره؟ درست، تشکر میکنم شما. تشکر از شما. یک سوال دیگه هم دارم، استاد گمی مورد بذات پیشتر گفت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باز 20 رکعت نماز خونده، رسول الله صلی الله علیه و سلم 8 رکعت خونده، چی رقم میشه؟ درست، تشکر. سلام علیکم. سلامت باشین، تشکر میکنیم شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود، با ما باشین.
دوری کی ادری یوزیل الحیرت من امری فهنا علم و هنا نور و هنا منبع کل الفکر نهر من فقه یتجلا بعقیدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده از طریق سوال تماس تلفنی پرسیدن که آیا جن میتواند به انسان ضرر برساند و اگر میتواند راه در امان ماندن از شر و ضرر جن چیست؟ در این که جن وجود دارد هیچونه اختلافی در میان اهل سنت و جماعت و علما وجود ندارد. آیات قرآن در این زمینه صراحت دارد که الله متعال می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر برای این که مرا عبادت بکنند. یعنی این که جن هم یکی از مخلوقات الله متعال هست و مکلف هستند که الله متعال را عبادت بکنند، و همان گونه که در میان انسان ها انسان نیکوکار و بدکار و صالح و فاسق وجود دارد، در میان جن ها هم چنین مواردی هست. جن های مسلمان وجود داره، جن های کافر وجود داره، جن های نیکوکار و بدکار و فاسق وجود داره و امکان دارد که انسان رو در واقع ضرر و زیان برسانند. و حتی ادعیه و دعاهایی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده و اضافه بر این حتی تجربه ای که انسان ها در واقع دارند دلالت بر این میکند که جنهای شرور میتواند که انسان ها را اذیت و آزار بکنند، مانند دعایی که مثلا در هنگام ورود به دستشویی انسان دعا میکند که اللهم انی اعوذ بک من الخبث و الخبائث، که از جنهای نر و ماده به تو پناه میبرند. یا خود همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که شیطان هم جزء از جنها هست، به این معنی هست که جنها میتوانند که انسان را ضرر و زیانی برسانند. و راه نجات از شر جنها این است که انسان به الله متعال پناه ببرد و این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بقیه آیات و اذکار و اوراد همیشه ورد زبان انسان باشد و بدین گونه الله متعال انسان رو از شر جنها حفاظت میکند. در این زمینه دعاهایی وجود داره، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، در این اومده که هر کسی که این را بخواند تا سه مرتبه بخواند جنها نمیتوانند به اون ضرر و زیانی برسانند. یا دعای دیگری هست، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، سه مرتبه خواندن این خیلی مؤثر هست. و خواندن قل هو الله احد بعد از هر نماز که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندند یک بار حداقل، و بعد از نماز مغرب و بعد از نماز فجر و نماز مغرب قل هو الله احد را سه مرتبه خواندن، و همچنین خواندن قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب سه مرتبه خواندنش، و خواندن آیت الکرسی، تمام اینها جز مواردی هستند که اگر انسان پایبند این موارد باشد انشاءالله که شیاطین جن نمیتوانند که به انسان ضرر و زیانی برسانند. و اضافه بر این به صورت کلی حفاظت و مواظبت کردن بر نمازها خیلی تأثیر دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که نماز عشاء را با جماعت بخواند، یا هر کسی که نماز صبح را با جماعت بخواند، من صلی الفجر فی جماعت فهو فی ذمه الله، در ذمه و حفاظت الله متعال خواهد بود. به صورت کلی تمامی عبادات و تقربها به بارگاه الله متعال سبب می شوند که انسان از شر جن و شیاطین در امان باشد، خصوصا این ادعیه آرادی رو که عرض کردم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن به شهر برای کار میرن و لباسشان کثیف میشه، در همون لباس کثیف نماز بخوانن یا نماز رو قضا بخوانن؟
کسی بودن لباس اگر به معنی این است که در واقع تمیز نیست، نه اینکه نجس هست، بلکه گرد و خاکی بر روی لباسش نشسته باشه، لکه رنگی، گچی، سیمانی بر روی لباسش هست، از نظر شرعی نماز اشکال نداره، نماز درست هست. یعنی ولو اینکه انسان باید در هنگام نماز اگر برش میسر هست بهترین لباس خودش را بپوشد، اما اگر در وقت کار هست و لباسش پاک هست منتها تمیز نیست، یعنی گرد و خاکی بر اون هست، گچ و سیمانی بر اون ثابت کرده، از نظر شرعی میتواند که در این لباس اگر لباس دیگری ندارد یا عوض کردن لباس برایش مشکل هست در محل کار، میتواند که با این لباس نماز بخواند و هیچ گونه اشکالی نداره و به هیچ عنوان جایز نیست که نماز را به تأخیر بیاندازد به خاطر اینکه لباسش مثلا کثیف است. اما صورت دوم بالفرض این که لباسش نجس باشد، بالفرض این که لباسش نجس باشد، مانند این که ادراری بر لباسش مثلا اصابت کرده باشد، تا باز هم تا حد امکان باید نماز بخواند، ولو این که مجبور باشد که مثلا دستمال خودش را یا تک پارچی را روی بدن خودش بپیچد و نماز بخواند، باید این کار را انجام بدهد. و بالفرض که هیچ گونه لباس دیگری نداشته باشد و امکان نداشته باشد که لباس را عوض بکند، یا اساسا لباس دیگری وجود نداشته باشد، نمیتواند که به منزل برود یا در جایی هست که هیچ گونه امکاناتی نیست، الان لباسش هم احتمالا نجس شده باشه یا مثلا حتما هم نجس شده باشد و چاره دیگر ندارد به جز این که در این لباس نماز بخواند، کسی دیگری نیست که لباسی بهش قرض بدهد، در اون صورت باز هم باید نماز بخواند، به بهانه این که لباسش نجس هست نباید نماز را ترک بکند، با همون لباسی که هست ولو که نجس هست اگر میتواند تمیزش بکند، بالفرض اگر امکان تمیز کردنش هم نباشد، مجبور بود و هیچ گونه راهی نبود، باز هم نماز باید بخواند و در اون لباس نمازش صحیح است. درست. جزاکم الله خیر. بنده بعضی سوال در مورد این پرسیدن که آیا پیامبر به حضرت عمر بشارت به پیامبری داده است یا به حضرت علی رضی الله؟ بشارت به پیامبری رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ کسی رو ندادن، بلکه در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من آخرین پیامبر هستم و آیات قرآن کریم هم در این زمینه صراحت دارند. منتها در روایتی هست که از نظر سندی بسیار از علما معتقد هستند که حسن هست این روایت، یعنی نه ضعیفه و نه در درجه بالای صحت هست، گفتند که حسن هست و این روایت رو امام احمد رحمت الله علیه آورده. و در مورد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر پیامبری بالفرض می آمد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بودند. و یک روایتی هست که به معنی بشارت نبوت نیست، هیچ کسی از اهل سنت و جماعت هم این نگفتند که بشارت به نبوت هست، یعنی که نبی بعد از رسول الله عمر باشه، صرفا به عنوان یک نوع فضیلت ذکر شده برای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و روایتش از نظر سندی هم حسن هست. درست. جزاکم الله خیر. بیانده بعدی سوالشون گفتن که پدرشون خانه ای داشتن که 6 اتاق داشت، یک اتاق را به عنوان مهر به خانم این شخص دادن و پدرشون فوت شده، عموشون خونه را کلا فروخته از مبلغ 120,000 دلار که قیمت یک اتاق میشه 20,000 دلار. گفتن که الان ایشون میتونن این 20,000 دلار رو به عنوان مهر خانمشون بدن، در حالی که گفتن 3 سال است که خانمشون با ایشون متارکه کردن و الان با هم جدا زندگی میکنن. این مسئله دو صورت داره، یکی این هست که ایشون ازدواج کرده باشن و پدرشون یکی از اتاقهای خونهشون رو یا یک بخشی از خونه رو به عنوان مهریه زنیشون پرداخت کرده باشن، یا آیا این خانمیشون این اتاق را قبض کرده یا اینکه قبض نکرده باشه، یعنی در اختیار خانمیشان بوده یا نبوده. به طور مثال همون وقتی که ازدواج کردن بعدن اومدند و این اتاق رو تحویل این خانم دادند و عملا این آقا و خانم در این خونه و در اون اتاق زندگی کردن، مال خودشون بوده، اینو کاملا بهشون تحویل دادن. این یک صورت هست. و صورت دوم این است که گفتند که فلان اتاق مال شما هست و بهش تحویل ندادند و به اون خانم تحویل ندادند. تفاوت این دوتا مسئله در این هست که الان یک فرد سومی اومده و این خانه رو قبض کرده،
یک فرد سومی که عموی این آقا باشه اومده و خونه را بدون رضایت خانواده فروخته یا حتی با رضایت خانواده هم فروخته باشه و پولش را تصاحب کرده به صورت ناحق. این پول حق عمو نبوده، عمو هیچ گونه سهمی را در میراث نداره. زمانی که میت خودش فرزند داشته، پسر داشته و احتمالاً وارثان دیگری داشته، عمو هیچ گونه حق و سهمی را در این مورد نداره و این مال را به حرام برداشته، یعنی حرام هست که این کار را انجام بده و پولی را هم که به دست آورده حرام هست، باید این پول را به صاحبانش بازگرداند. الان تفاوتش در چی هست؟ اگر این خونه در ملکیت خانم نبوده، در ملکیت خانم نبوده، در ملکیت این آقا بوده که به عنوان وارث از پدرش هست، خانم ایشون از شوهر پدر شوهرشون ارث نمیبرند، بلکه این خانم ارث میبرند، این آقا ارث میبرند و این قسمت رو هم مشخص کرده بودند، سپرده بودند به این آقا، به شوهر سپرده بودند که این به عنوان مهریه زن تو هست، اما این قسمت مهریه رو به زن تحویل ندادند. از نظر شرعی این مرد باید مهریه رو به همون قسمت قیمتش را یا عینش را باید به زنش تحویل بدهد و خودش برود از عمویش بگیرد و خودش برود از عمویش بگیرد، زیرا که عموی اومده این را فروخته. این در صورتی هست که خانم زمین را قبض نکرده باشد. اما در صورتی که این زمین را قبض کرده باشد، در حیات خودشون این خونه را اتاق را داده بودند به همین زن و خانم و عملا اختیارش دست اون بوده و بعد از وفات صاحب خونه، صاحب اون برادر عمو اومده و این خونه را دوباره قبض کرده، یعنی این که این خونه را از دست زن گرفته و فروخته، در این صورت خود زن باید مستقیما از اون عمویی که اینو رفته فروخته بعد از اون بگیرد و حقش رو از اون مطالبه بکنه. اما اگر حقش اساسا پرداخت نشده باشه، صرفا مشخصش کرده بودن و قبض نکرده، این آقا باید این مهریه رو و اون خود اون اتاق رو یا همون 20000 دلار رو اینو به خانمش تحویل بدهد و در مقابل خودش باید این رو برود از عموی خودش باز پس بگیرد. جزاکم الله خیر. نماز اشراق با نماز دها آیا با هم فرق دارن و چند رکعت است و چه صورت است؟ همین برادرمون یه قسمت دیگری از سوالی رو که من یادش کرده بودم، نه اشراق سوالشون این بود که خانمشون با ایشون متارکه کرده، ایشونو توسط پلیس از خونه بیرون کرده و حاضر نیست که الان با ایشون زندگی بکنن، آیا مهریه تعلق میگیرد به این خانم یا تعلق نمیگیرد؟ در صورتی که طلاق نگرفت، نه یعنی آیا برگردنش میمونه یا نمیمونه، شوهر باید این مهریه رو بده یا از نظر شرعی مجاز هست که مهریه رو نگه داره به خاطر اینکه زن تمکین بکنه؟ از نظر شرعی شوهر میتواند مشروط، زن هم میتواند، زن میتواند اساسا مشروط بکنه، شرط بکنه در نکاح که من تا زمانی که مهریه رو کاملا در اختیار من قرار ندهید، من خودم رو در اختیار شوهر مثلا قرار نمیدم. اشکال شرعی نداره، باید این حقش هست، باید تحویل بگیره. و در مقابل هم در صورتی که شوهر این حق رو به اصطلاح مال در دستش هست، مهریه رو نداده باشه و زن هنوز تمکین نمی کند، میگه من راضی نیستم که با این شوهر به اصطلاح زندگی بکنم، شوهر میتواند این رو مشروط بکند، یعنی که در این مورد خلو بکنند، یعنی وقتی که زن طلاق میخواهد باید با هم دیگر مصالحه بکنند، شوهر طلاق بدهد و در مقابلش زن از اون حق مهریه که دارد باید تنازل بدهد که اسمش هست که خلو هست، یعنی از حق مادی خودش بگذرد در مقابل این که مرد اون را طلاق بدهد. جزاکم الله خیر. نماز اشراق با نماز ضحا فرق دارد؟ یعنی؟ نماز اشراق با نماز ضحا تفاوتی را نداره. نماز اشراق اصل تسمیه شرعی که در این زمین اومده همون صلات ضحا هست یا صلات اوابین، اون چیزی که در روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، نماز ضحا، صلات ضحا یا صلات اوابین هست و این نمازی هست که بعد از طلوع آفتاب خوانده می شود، بعد از اشراق خوانده می شود، چون که شروق به معنی طلوع آفتاب هست و برآمدن آفتاب هست. امروز معمولا میگه نماز اشراق، نماز اشراق یا نماز ضحا یا نماز اوابین، هر دو همهشون یک چیز هستن و تفاوتی نداره و وقتشون بعد از طلوع آفتاب هست، بعد از طلوع آفتاب، یعنی بعد از این که قرص خورشید به صورت کامل طلوع می کند و تقریبا 10 یا 15 دقیقه از وقت طلوع می گذرد، این الان وقت خواندن نماز اشراق یا نماز اوابین یا نماز ضحا هست. تمام این موارد یکی هستند، وقتش بعد از طلوع هست، یعنی بعد از این که شما کاملا مطمئن باشید که الان آفتاب برآمده،
الان آفتاب برآمده و یک ده دقیقه یا ربع ساعتی گذشته باشد، الان وقت خواندن نماز اشراق و نماز چاشت و نماز ضحا یا نماز اوابین هست و وقتش تا قبل از زوال هست. وقتش تا قبل از زوال هست. در این فرصت هر کجا که بخونن از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. و تعداد رکعتش هم مشخص نیست، حداقلش دو رکعت هست و به اختیار شما هست که دو رکعت میخونید یا چهار رکعت میخونید یا هشت رکعت میخونید یا بیشتر میخونید. دو رکعتش هم ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم، در روایتی اومده از در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در هر روز بر هر مفصل انسان صدقه‌ای لازم هست، باید صدقه‌ای رو بدهد. و در روایت اومده که ویجزی عن ذلک رکعتان یرکعهما من الضحا، دو رکعت صلات ضحا که بخواند به این معنی است که شکر تمام وجود خودش را در واقع ادا کرده، یعنی تمام بند و مفاصل خودش را ادا کرده باشه. روایت دیگری هم هست در این زمینه از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری و مسلم اومده که ایشان میگن اوصانی خلیلی بثلاث، رسول الله صلی الله علیه و سلم به من سه مورد توصیه کرده که یک از این توصیه ها این بوده که در هر ماه سه روز روزه بگیر و رکعته از ضحا، دو رکعت نماز ضحا، در این اومده که دو رکعت نماز ضحا. و توصیه سومش این بوده که و ان اوتر قبل ان انام، این که قبل از خواب وتر رو بخونم. این سه توصیه بوده. از این هم از این روایت معلوم می شود که دو رکعت نماز ضحا هم ثابت است، حداقلش هم این دو رکعت است. چهار رکعت هم اومده از روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که یکی از حضرت عایشه سوال کردن کم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی صلات الضحا، که چند رکعت به عنوان صلات الضحا میخوندن. ایشون فرمودند که اربع رکعت و یزید ما یشاء، چهار رکعت و هرچی هم که بخواد اضافه میکرد، یعنی چهار رکعت هم ثابت هست. و در روایت ام هانی اومده که هشت رکعت هم رسول الله صلی الله علیه و سلم خوندن و به اتفاق علما یعنی صلات الضحا اکثر ندارد، اقلش دو رکعت هست و باقی ماندهش به اختیار شما هست. جزاکم الله خیر. تحصیلات شما کجا بوده؟ سوال است. نم جز سوالات فقهی هست. بله. تحصیلات حوزوی بنده در مدارس اهل سنت بلوچستان بوده، در مدرسه عین العلوم و حقانیه ایرانشهر و نهایتاً دارالعلوم مکی زاهدان. و تحصیلات دانشگاهی هم در دانشگاه امام محمد ابن سعود بوده که اصلش در ریاض هست. و تحصیلات بعد از آن هم در مقطع ارشد در دانشگاه جامعه اسلامی مدینه منوره. جزاکم الله خیر. انتحاری از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ به نظر بنده اون ارزش ندارد و از نظر شرعی جایز نیست که انسان خودش را در واقع به تعبیرشون انتحاری انجام بدهد، یعنی که خودش را بکشد. این یک نوع خودکشی هست و خصوصا در مواردی که امکان دارد که در چنین اتفاقاتی مسلمان و کافر هم در واقع با هم کشته بشن. بالفرض اگر امکان داشته باشد که چند کافر کشته میشوند در کنارش چندین مسلمان کشته میشوند، به هیچ عنوان چنین عملی جایز نیست. کشتن یک برادر مسلمان یا یک چند نفر مسلمان به خاطر اینکه یک نفر یا چند نفر از دشمن کشتی می شود به هیچ عنوان جایز نیست. و خون این برادران مسلمان بسیار با ارزشتر از این است که در مقابل اینها ما بخوایم که چند برادر مسلمان را فدا بکنیم، به کشتن بدهیم، به خاطر اینکه یک نفر کافر در واقع کشته بشه یا به خاطر مسائل تبلیغاتی. درست. جزاکم الله خیر. بنای بعدی گفتن که وقتی که انسان فوت میکند آیا روح جواب میدهد یا روح به جسم باز میگردد جواب بدهد؟ در روایت اومده که وقتی که انسان از دنیا میرود روحش به طرف آسمان در واقع پرواز میکند. اگر انسان نیکوکاری بوده این روح بسیار خوشبو هست و حتی فرشتگان این رو احساس میکنند و میگن این انسان کی هست و فرشتگان جواب میدهند که این فلانی فرزند فلانی هست که این بوی خوش از اون به مشام میرسد. و اگر انسان بدی بوده باشد روح بدبو هست. و بازم سوال اونو وقتی که دیگر فرشتگان سوال میکنند که این چه کسی از اون کسانی که روح رو قبض کردن و به آسمان میبرند، میگویند که این فلانی فرزند فلانی هست، این بدترین نامش رو در واقع ذکر میکنند و نهایتا روح به جسد بازگردانده میشود و از انسان سوال میشود. و بعد از آن وقتی که انسان مسلمان میبیند که در واقع اعمال صالحش در قلب پیرامونش هستند و مطمئن هست که
به بهش میرود میگوید که یا رب اقیم الساعه، پروردگار رو قیامت رو اقامه بکن، یا اگر انسان بدکاری بوده میگه که پروردگار رو قیامت رو برپا نکن. و سوال از روح و جسد هست و حیات برزخی یک حیاتی هست که کاملا متفاوت هست، یعنی نان رو نمیتوانیم که ما با معیارهای حیات دنیوی در واقع مقایسه بکنیم، همه چیزش کاملا متفاوت هست. درست، جزاکم الله خیر. یعنی باید گفتن که داییشون به نماز اعتقاد نداره و نماز هم نمیخونه و دعوت هم به نخواندن نماز میدهد، ارتباط با این شخص چیست؟ بله، کسی که ایمانی و اعتقادی به نماز نداشته باشد، به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت، چون این فردی کافر هست. اگر کسی منکر وجوب نماز هست، خودش هم به خاطر انکار وجوب نماز نمیخواند و دیگران را منع میکند، چون این شخصی کافر هست، حکم یک فرد کافر را دارد. زنش از اون در واقع جدا هست، نمیتواند که با اون زندگی بکند، باید از هم دیگر جدا بشوند و ازدواج با چنین فردی جایز نیست. و اگر که بمیرد، نماز جنازه نباید بر اون خوانده بشود و در قبرستان مسلمانان هم نباید دفن بشود. درست، جزاکم الله خیر. 9 دقیقه وقت داریم و 10 تا سوال دیگه دبر حالک بخور ما. سجده تلاوت به چه صورت؟ سجده تلاوت یک سجده هست بعد از این که انسان به آیات سجده برسد، و یک سجده هست فقط، یعنی تکبیر میگید میروید به سجده و تکبیر میگید از سجده بلند میشوید. و در سجده تلاوت معروف ترین ذکرش همون سبحان ربی الاعلا هست، یا هر ذکر دیگری را که بخوانید هم اشکال نداره و جایز هست. سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، این بخوانید هم اشکال نداره، یا همون ذکر معروفی رو که در نماز میخوانید هم بخوانید، باز هم جایز هست، اشکال شرعی نداره، چه در نماز باشید در غیر نماز. وقتی که به سجده رسیدید باید سجده بکنید. درست، جزاکم الله خیر. یعنی بعد گفتن که در سوره فرقان آیه 70 گفته کسی که گناه کند و توبه کند، خداوند گناهش رو میبخشد. و در جای دیگه هم در آیه سوره دیگه در آیه 7 و 8 گفتن که کسی که نیکی کند جزای نیکی و کسی که بدی کند جزای بدی. گفتن آیا توبه کسی که بکنه گناهش تبدیل به نیکی میشه؟ یعنی این دوتا سوره و دوتا آیه با هم دیگر تضادی رو ندارن. در سوره زلزلت الله متعال این مطلب رو بیان کرده که الله متعال عادل هست و به هیچ عنوان بر انسان ظلمی رو روا نمی دارد. اگر به اندازه ذره نیکی بکند پاداشش رو خواهد دید، و اگر بدی رو هم انجام بدهد در مقابل سزا و مجازات اون رو خواهد دید. این دلالت بر عدل کامل الله متعال و این که الله متعال به هیچ عنوان بر بنده ظلم نمی کند. این مطلب اومده که هر عملی رو که شما انجام دادید در روز قیامت مجازات خواهید شد، و هر مجازاتی هم که میشید به خاطر اعمالی هست که شما انجام دادید، چه اعمال خیر باشند یا چه اعمال بد. و در سوره فرقان الله متعال در مورد عباد الرحمن مطالبی رو بیان میکنند، کسانی که به الله متعال ایمان دارند و بحث زنا هست که از زنا دوری میکنند و از قتل و بقیه موارد. و در ادامه الله متعال میفرماند که الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، که اون کسانی که توبه کرده باشند الله متعال هم توبه، الا من تاب، توبه بکنند ایمان بیاورند و عمل صالحی انجام داده باشند، الله متعال سیئات اونها را به حسنات تبدیل میکند، یعنی بدی های اونها را به نیکی در واقع الله متعال تبدیل میکند. و این تفسیری برخی از مفسرین این گونه تفسیر کردند که الله متعال تمام گناهانی را که انجام داده اند گناهانشان را تبدیل به نیکی میکند، یعنی دقیقاً گناهی رو که در زمان جاهلیت انجام داده وقتی که مسلمان بشود. در تفسیر برخی از مفسرین این است که با توجه به ظاهر آیه این است که این همان بدیهایشون در زمان وقتی که مسلمان بشوند تبدیل به نیکی می شود، یعنی هر مقداری گناهی کرده باشند با این شرایط که ایمان بیاورند و توبه بکنند، ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند، بدیهای زمان جاهلیت و زمانی که توبه نکرده بودند تبدیل به نیکی میشد. منتها امام المفسرین ابن جریر طبری رحمت الله علیه این تفسیر رو قبول ندارند و میگوید که الله متعال این انسانهایی رو که قبلا انسان بدکاری بودند، بدکاری اونها رو تبدیل به نیکوکاری میکنه، که در زمان قبلی بدکار
بیکار بودند و کارهای زشت انجام میدند و میدادند و الان کارهای خیری رو انجام میدهند و اینو ترجیح دادند و فرمودند که امکان نداره که یک عمل در زمان جاهلیت عین کفر باشه، عین گناه باشه و خود اون عمل در زمانی که اسلام باشه عین ثواب باشه، چون این چیزی امکان نداره. پس بنابراین معنیش این است که الله متعال اون بدکاری اونها رو تبدیل به نیکوکاری خواهد کرد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که کسانی که هستن که نذر میکنن به سر قبر و ذبح میکنن حیوان ها را، خوردن گوشت این حیوان ها خودشان یا بچه‌هایشان چطور؟ بله، حیواناتی که سر قبرها ذبح میشوند یا سر پیر و زیارت ها در واقع ذبح میشوند، ولو اینکه به نام الله متعال باشه، اینها از نظر شرعی حرام هست، زیرا که به خاطر تقرب به اون مرده هست یا به خاطر نجات و خلاص شدن از شر جنها هست و هر دو مورد شرک هستند و چنین گوسفندانی در واقع حرام و میته هستند و خوردن از گوشتشون هم جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. حضرت آدم علیه السلام به چه زبان صحبت میکرد؟ این سوال هم نمیدونم. الله بیننده بعدی گفتن چه کارهایی و چه چیزی انجام بدهیم که بتانیم در وقت جان دادن و وفات لا اله الا الله را بتانیم بر زبان بیاریم؟ به صورت کلی تمام عباداتی که انسان در واقع انجام میدهد اینها جز نشانه های حسن خاتمه انشاءالله خواهند بود. انسان نیکوکاری بکند، صله رحم را انجام بدهد، پایبند عبادات باشد و خودش این اذکار را در زمان حیات خودش و در زمان عادی همیشه تکرار بکند، انشاءالله که در زمان وفات هم الله متعال این توفیق را به اون خواهد داد و این یک فضیلتی هست. و بالفرض اگر مسلمانی با عقیده توحید از دنیا برود و بالفرض نتواند که در آخرین به خاطر مرگ ناگهانی لا اله الا الله را بگوید، باز هم مسلمان هست و عاقبتش به دست الله متعال هست. اگر با ایمان مرده باشد ولی اینکه در آخرین لحظه لا اله الا الله را نگفته باشد، باز هم از اهل بهشت انشاءالله خواهد بود. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بر زبان آوردن الفاظ کفرآمیز در حالت غضب و خشم چه حکمی دارد و گفتن طلاق در حالت غضب چه حکمی دارد؟ به صورت کلی اگر غضب در حالتی هست که انسان به هیچ عنوان کنترل خودش رو در اصل در اختیار ندارد و نمیداند که چی میگوید، این کلمات کفر با گفتن کفر انسان در اون لحظه کافر نمیشود، اما به هر صورت انسان باید توبه بکند. در اون لحظه اگر کفری رو بر زبان انسان خارج شد و بعدن بهش گفتند که جمله کفرآمیزی رو گفتید، باید توبه بکند و از الله متعال طلب مغفرت بکند. و طلاق هم اگر در حالت یک عصبانیت عادی باشه، به اتفاق علما چون این طلاقی واقع می شود، اما اگر درمون حالت شدت غضب باشه که هیچ گونه اختیاری رو نداشته و نمی توانسته تصمیم بگیرد، خیر و شرش رو نمی فهمیده، به تعبیر علما زمین و آسمان رو از هم دیگر تشخیص نمی داده، در اون صورت طلاق واقع نمی شود. درست. جزاکم الله خیر. بنابراین گفتن که زیر پا قرار دادن نان و خمیر آیا گناه دارد یا نه؟ خود به صورت کلی تمام نعمتایی رو که الله متعال به انسان داده، انسان باید قدر نعمت رو بداند و این که نانی را یا نعمتی رو انسان زیر پا بندازد یا دور بریزد، این در واقع کفران نعمت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند حتی لقمه ای رو که از دست شما میافتد بر روی سفره یا بر روی زمین میافتد، تا جایی که ممکن هست اینو دوباره بردارید، اون مواردی رو که قابل استفاده نیست دور بکنید و موردی رو که اون قسمتی رو قابل استفاده هست از اون استفاده بکنید که نمیدانید که برکت در کدام قسمت است. چه برسد به این که انسانی بخواهد که روزی را اهانت بکند و زیر پای خودش بیاندازد، که این از نظر شرعی کفران نعمت هست و جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. بنده بعدی گفتن که زنها اگر در محفل زنانه سرشان لچ یا برهنه باشد آیا گناه دارد؟ اگر تنها زن هستند اشکال شرعی ندارد. اگر زن هستند همیشه مسلمان هستند و یک جای فسخ و فجور نیست، یا یک خودشون چند نفر خانم در یک جای محفلی دارند یا در خونه جمع شدن، اشکال نداره، میتونند که سرشون یا دست پاشون برهنه باشه، گناه نیست و این جزء عورت برای زن شمرده نمیشه در مقابل زنها. درست. و آخرین سوال بیننده گفتن که حضرت عمر رضی الله عنه 20 رکعت وتر خواندن یا تراویح و رسول الله صلی الله علیه و آله 8 رکعت، آیا این بدعت حساب میشه؟ در روایت اومده که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور دادند که 8 رکعت نماز بخونند و همچنین ثابت شده که در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه 20 رکعت هم میخوندند. و با توجه به اختلافی که در این زمینه وجود دارد، قول جمهور علما این است که هر تعدادی از رکعات که بخواهند بخوانند جایز است. رسول الله صلی الله علیه و آله 8 رکعت میخوندند، منتها با کیفیت خیلی زیادی میخوندند تا نزدیک سحر اینو ادامه میدادند. اگر کسی 8 رکعت بخواند با این کیفیت هم بر سنت عمل کرده و اگر نمیتواند که با اون کیفیت بخواند، یه مقدار کیفیتش رو کمتر بکند و کمیتش رو بیشتر بکند، باز هم اشکال شرعی ندارد و از نظر شرعی جایز هست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. زنده باشین.
وقت برنامه تموم شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك.